همونطور که میدانید در دو سال گذشته حجم اقتصاد ایران کاهش یافت. ارزیابی صندوق بین المللی پول این است که در سالهای آینده از شدت این انقباز کاسته خواهد شد. با این وجود میگوید که چشمانداز اقتصاد ایران نامطمئن است زیرا که پیشبینی آن دشوار است. مسعود احمد رئیس بخش خاور میانه و آفریقای شمالی صندوق بین المللی پول علل دشواری پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران را توضیح می دهد. پیش بینی های ما بستگی دارد به سیاست گذاری های داخلی ایران. و آنچه که ممکن است در بود بین المللی در رابطه با آن کشور صورت گیرد. به نظر ما اگر بهبودی در آن وضعیت بین المللی پیش آید و اگر ایران اجرای آن سیاست هایی را که آغاز کرده کاملا عملی کند، باید رشد اقتصادی میان مدت آن کشور فرای انتظار ما برود. اما کلا برآورد صندوق بین المللی پول در مورد ایران رشدی نسبی است. آن هم با توجه به برجای ماندن تحریم ها. آقای احمد انتظارات صندوق بین المللی پول از ایران را نیز تشریح می کند. تصویر اقتصادی که شامل تنظیم سیاست پولی تحکیم سیاست مالی خصوصا در هزینه های جاری و اصلاحاتی در زمینه ارز که آنگاه تازه به مشکلات ساختاری میرسند کشور را رو از رشد اقتصادی باز داشته است آقای احمد میگوید تورم در ایران خیلی کاهش یافته است اما شهروندان ایران خلاف این را میگویند این ارزیابی صندوق بین المللی پول بر چه اساسی است براساس اساس هم گزارش های دولت ایران و هم گروه خود ما که اخیرا در ایران بود متودی که ایران برای چنین گزارش هایی به کار میگیرد با متد متداول در دیگر کشورها مطابقت دارد. در این حال علیرغم اینکه تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافته هنوز بالاست تورم 20 درصد هم به این معنا نیست که بهای همه کالاهای شاخص اقتصاد یکسان افزایش پیدا می کند بنابراین ممکن است هنوز اقلامی باشند که مردم ضمن خرید متوجه می که گرانتر شده است دوشنبه صندوق بین المللی پول در نشستی با مقامات ایران در دفاتر این نهاد در واشنگتن توصیه برای تثبیت اقتصاد کشور کردند از جمله راههایی برای کاهش تورم و ثابت کردن نرخ ارز. تصمیم دولت ایران برای افزایش قیمت سوخت نیز مورد تایید این نهاد است. اما در خصوص کشورهای عرب دو منطقه خاور میانه و شمال آفریقا صندوق بین المللی پول نسبتا خوشبین است اما میگوید کشورهایی که در مرحله انتقال قدرت هستند نیاز به اصلاحات برای رشد اقتصادی دارند. با وجودی که مشکلات اقتصادی کشورهای عربی که بهار عرب را تجربه کردند از پیش وجود داشته تغییر نظام انجام اصلاحات اقتصادی را تسهیل نکرده صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند که این کشورها که اکنون در حال گذر از دوران گذشته به آینده هستند بیشتر نمایندگان مردم رو در تصمیم گیری های اقتصادی دخیل کنند و در این حال به دقت برنامه های خود را اولویت بندی کنند. گیتا آریان، صدای آمریکا، صندوق بین المللی پول، واشنگتن.